خانم نگاه کن، نگاه کن، این همون پادوکونه است که من سربازیمو توش گذروندم. نگاه کن اون گوشه میدون ما یه اتاق گرفته بودیم، من و یه سرباز رشتی دوته هم اتاق شده بودیم، پنج شنبه ها و جمعه ها میرفتیم اونجا. اون وقتی یه دونه فرمونده داشتی. اینه تو حالا صد دفعه گفتی. چرا تو ذوقم میزنی خانم؟ خب بذار یه دفعه دیگه هم بگم. من که کمتر تهرون میام، من که میام تهرون. خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا میدونی چه؟ ولش کن. ببینم سوغاتیات آوردی؟ بله آوردم. اون کادوی خونه نویه چی؟ اینا باری کردم. این تویی که همه چیز فراموش میکنی. من تا حالا شده چیزی رو فراموش کنم؟ نه نه خیلی، شما هیچ وقت هیچی رو فراموش نمی کنی، برای اینکه همه رو میندازی به گردن من. رحیم آقا، گفتم سماور خاموش کن، کردی؟ از برق کشیدی؟ آره کشیدم، آره کشیدم. خانم باز شروع کردی؟ همیشه میگی کشیدم اما بعد معلوم میشه نکشیدی. تا حالا 5 تا سماور سوزوندی. خانم اگه من کم حواسم چرا به من میگی بکش؟ بالاخره تو هم باید تو خونه یه مسئولیتی قبول بکنی یا نه؟ منم که قبول میکنم خانم. خب حالا کشیدی یا نه؟ آره کشیدم. یعنی لعنت بر شیطون، من حالا از کجا بفهمم کشتم یا نکشتم؟ حکیمی سماور رو از برق کشیدی؟ دیگه یادم نیست خانم. آقای راننده خواهش میکنم یک کم عجله کنیم. 70 سال دست تو من چی کشیدم؟ ایشونم کم نکشیدم مادر. جای این حرفا خواهش میکنم یه خورده عجله کنیم، یه خورده تندتر برید آقا. تو بالاخره زندگیمونو به آتیش میکشونی. مهتاج خانم امروزه سماورا همشون اتوماتیکه، وقتی آبش تموم بشه خود به خود خاموش میشه. آقای حکیمی من گذاشته بودمش روی دائم جوش که به هوا پیمازون برسی. آخه تو هم که تو صابونه نخوری باید از خونه بیرون نمیذاری. چه کنم، از دوران اجباریم عادت کردم صابونه بخورم، اگه نخورم از ضعف میمیرم. بخور نوش جونت، ولی بعد سماور از برق بکش یا بگو من بکشم. والا این یکی رو شاید کوتاهی کرده باشم، شاید هم نکردم، خدا میدونه. مادر اگه هرس نخوریم، میرسید خونه یه زنگ میزنی میگی سماور از برق بکشم. بس عجله کن آقا، دیگه از این تندتر برم منم فرصت نمی کنم هیچ وقت سماور از برق بکشم بیرون. کمک کنم پدر بزرگ. نه متشکرم بابا، بذار هنوز میتونم خودم و پس یه چمدون بر بیام. از پس یه چمدون همه میتونم بر بیام پدر بزرگ، تو زندگی دردهای بزرگتری هم هست. مقصودت مادر بزرگه؟ مادر بزرگ هیچ وقت برای من درد نبوده. چقدر میشه پسرم؟ 300 تومان خوبه؟ بله خوبه. دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. اگه همین جوری وایسی این سمورم سوختم. خیال تو هم راحت میشه. خوبی میزید.
انگار نیستن، جواب نمیدن. خب دوباره بزن. نه خیر، این یکی سماورت هم سوخت. خیال تو هم راحت شد، دلت خنک شد. حالا چیکار کنیم؟ یه چیمن که خانم لب گرفته میشینم. یعنی کجان؟ همش تقصیر توه. ها؟ گفتم یه زنگ بزنه بریم، گفتی نخی بی خبر بریم خوشحالتر میشن. اگه واقعا بودن خوشحالتر میشدن. ببین رای، پاشو خونه همسایه‌شون زنگ بزن. بفرمایید. سلام خانم. نمیدونید آقای حکیمی کی برمیگردن؟ شما باهاشون چه کار دارید؟ ما از شهرستان اومدیم. من نمیتونم بگم. باشه باشه. تو چرا نگفتی ما فامیلشونیم؟ حواسم نبود خانم. کیه؟ خانم ماییم. ما پدر بزرگ و مادر بزرگ آقای حکیمی هستیم. سلام. چرا از اول نگفتید؟ بفرمایید بالا تا تشریف بیارن. متشکرم. خانم چیکار کنی؟ من که روم نمیشه. نه خانم مزاحم نمیشه، ما همینجا رو سکو میشینیم تا برگردن. بفرمایید بالا، منزل خودتونه. بفرمایید تا تشریف بیارن. بفرمایید. خانم پاشو. باید پاشو. ادشم ادشم. واقعا ما خیلی مزاحم شما شدیم. حرفات چیه؟ الو اهوازه؟ ببخشید منزل آقای حکیمی؟ لطفا گوشی خدمتتون. ممنونم دخترم. متشکرم. سلام شما؟ قربونت برم مادر آره، من و پدر بزرگ اومدیم تهرون. آره عزیزم. آره خوبی. من و پدر بزرگ تو خونه نشسته بودیم، یه زد به سرمون که پاشیم بیایم تهرون. گفتیم خب بیایم تهرون، هم یه گردشی میکنیم، هم یه چند تا آزمایش داشتم منو گفتم خودمان به یه دکتری نشون بدم. یه مرتبه شد دخترم. آره ببین عزیزم، یه زحمت داشتم به ببین مادر، پدر بزرگ انگار باز یادش رفته سماور از برق بکشه بیرون. آره میترسم یه اتفاقی بیفته. کلید خونه ما پیش همسایه بغلی مونه. ما منزل همسایه علی اینا، ما زهان خانم هستیم. آخه مریم رفته دندون پزشکی. آره مادر باشه، من از تو خداحافظی میکنم. گوشی دستت، سلامت باشی مادر. قربونه تو. ببخشید اگه امکان داری شماره اینجا رو بدی. الو ببخشید، شماره ما 67-15-952. خواهش میکنم خواهش میکنم، اختیار دارید. قربان شما، خداحافظ شما. خب خیالتون از بابت سماور که راحت شد. یه حواسی برامون نمونده بابا. شما کارها رو بسپرید به دست مردا، مطمئن باشید که انجام نمیشه. برم براتون چادر نماز بیارم که راحت نمازتون رو بخونید. مریم هم که اومد همه با هم نهار میخوریم. به خدا اگه بتونیم. میتونید، خوبم میتونید. دیدی چطور مردم به هم ریختی؟ صد دفعه گفتم یه تلفن بکنیم بعد بریم. من به هم ریختم یا چی شد بابا؟ چی شد مهتاک؟
چی شد بابا؟ چرا دردش رو من نمیگی؟ دلم درد میگیره تازه که چیزی نیست، چیزی نیست. به نظرم سردی میگرده. تو که سردی نخوردی؟ میاد و میره. خوب شد. خب این هم چادر نماز. دخترم اسباب زحمتت شد. خواهش میکنم. ممنونم. چادرتون بدی من جمع کنم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. شما خیلی مهربونی. لطف داری شما. دخترم خدا ایشالله شما رو برای بچه هات سلامت نگه داری. ما بچه نداریم. منتظر چی هستی دخترم؟ بدون بچه مگه؟ والا راستش من و لطفی عاشق بچه ایم، منتها خودت حالا نخواسته صاحب بچه بشیم. منو ببخش دخترم، منو ببخش. نداره، خودتون ناراحت نکنی، ما عادت کردیم. خب دیگه بریم سر وقت ناهار. هان فکر میکنم مریم رسید. سلام. سلام، مشتلق داره. چی؟ بگو آره تا بگم. خب باشه. پس چشاتو ببند. تا وقتی هم نگفتم چشاتو باز نکن. جریان چی؟ تو چشاتو ببند. آخه مهین موضوع چیه؟ چشاتو باز نکن تا نگفتم. چی کار میخوای بکنی؟ تو فقط چشاتو باز نکن. حالا میتونی چشاتو باز کنی. مریم جا مادر بزرگ، پدر بزرگ، سلام. شما اومدین تهران، اومدین خونه ما، باورم نمیشه. من و مادر بزرگ یه دلمون هواتونو کرد، همه رو میبینیم که شما که رای دورید پشتیم اومدید. خیلی خوب کاری کردید. بریم اگه علی بفهمه اومدید خیلی خوشحال میشه. بریم. نه خیر نریم. میدونست اومد دندون پزشکی میای واسه سوپ بختم. مادر بزرگ و پدر بزرگ هم قبلا وعدش میگرفته شده. آخه مهین جون، آخه مهین جون نداره. بیا تا بیم. میخوام آبرو خودم نره. شکر آقای حکیمی بزرگ. چطوری بابا جون، چی کار میکنی؟ خوبم، شما چطور؟ چی طبق معمول من و مادر بزرگ سر همدیگر رو میخوریم تا روزگار نمیشه. انشالله 120 سال عمر کنید و ندیده هاتون هم ببینید پدر بزرگ. بابا ندیده رو کی دیده؟ خب بعد نگذره. نه آقا جون، تو این سن ما فقط موقعی که پلو بچه همون هستیم به مو خوش خوش میگذرم. ایشالله که 120 سال عمر کنید و بتونید. به چی میخندی؟ هیچی مریم، هیچی. ادامه بده ببینم میخواستی چی بگی. خب میخواستم بگم ایشالله پدر بزرگ و مادر بزرگ 120 سال عمر کنن و بتونن ندیده هاشونم ببینن. ای بابا به چی میخندی؟ به همین بابا، به همینی که همه دلشون میخواد دادم 120 سال عمر بکنه. خب این کجاش خنده داره؟ راست میگی دخترم، گاهی هم ممکنه دردناک باشه. من که اصلا از حرفاتون سر در نمیارم. بی علی زیاد با آقا جون حرف نزن، بذار بخوابم. خوب بخوابی. بابا حالا بگو بینم چطوری بابا؟ خوب راست شما چطوری؟ خوبه، اوضاع احوال میگذره. یه دقیقه رفتم پیش آقایون، اگه بدونید چطوری هرچی بهشون گفتم بهم خندیدن. مگه چی گفتی مادر؟ والا میترسم به شما بگم شما بهم بخندید. ببین عزیز جان،
اینا رو گذاشته بودم بدم به علی. سهم همه رو دادم، فقط اینا مونده. دستتون درد نکنه، خیلی قشنگه. این هم مال توی گوشواره های عروسی. نه مادر بزرگ، نمیتونم اینا رو قبول کنم. اینا هدیه و چشم روشنی نیست مادر، یادگاریه. دمی رسمی مادرها جمع میکنن میدن به بچه هاشون، نوه هاشون، اونا جمع میکنن باز میدن به بچه هاشون. اینا امانت، همه چیز دنیا امانت. عمر بعضی چیزا مثل این گوشواره ها یک کمی بیشتره، عمر ما کمتر. خیلی قشنگه. اینا از هر کدوم 6 تا بود که تقسیم کردم، اینم سهم شماست. وای مادر بزرگ، خیلی قشنگن، نمیدونم چی بگم. دستتون درد نکنه. چقدر خوب کاری کردید که اومدید. الهی دخترم، چرا هنوز بچه نداری؟ ما؟ ها؟ ما فکر میکنیم یه خورده زوده. میدونید من ممکنه درس بخونم، علی هم تازه شرکت زده، سخت گرفتاره، از صبح تا شب میدوه خرج خونه رو در بیاره. فقط یادتون باشه دویدن برای زندگی تمومی نداره. یه وقت نبینین که فقط همش دویدی. چشم، یادمون میمونه. امروز همش دلخوری داشتم بابا. دلخورم مال این بود که نمیدونستم این سمور از برق کشیدم یا نکشیدم. حالا کشیده بودید یا نه؟ چرا نکشیده بودید؟ چون فکر میکردم کشیدم نکشیدم. میدونی بابا، آدم وقتی پیر میشه تمام اعضای بدنش یکی یکی از کار میفته، فقط یکیش سالم میمونه. گفتیم چی؟ نمیدونم. چونش بابا، چونش. بعضی ها رو اگه چونش ببندن دیق میکنن میبینن، اما من رو اگه چونم ببندن فقط خوابم نمیبره. علی علی، تو امشب از دو جهت بد آوردی. چی؟ یکیش این که من چونم گرم شده حرف میزنم، نه خودم میخوابم نه میذارم تو بخوابی. یکیشم اینه که اگر من بخوابم تو از خورخور من خوابت نمیبره. بابا. بله. میخوام یه قولی به من بدی. چه قولی؟ میخوام به من قول بدی که هر اتفاقی افتاد به هیچ کس نگی. چه اتفاقی؟ خودم هم نمیدونم بابا. میدونی آخه ما به هیچ کس نگفتیم میریم تهران. تو بند شلسی آوردی که خونه تهران هست، ولی ما خیال داشتیم بریم مسافر خونه. چی شده؟ فکر میکنم برای مادر بزرگی یک مشکل پیش اومده. چه مشکلی؟ یه مشکل بابا. میدونی بابا، دو نفر که با هم زندگی میکنن به همه دردهای هم کاهت میکنن. فشار خونی یکیشون میره بالا، بعد
نوبت اون یکی. بعد نوبت اوره و چربی و قندشون میشه. بعد میبینی که دست زنه درد میکنه، بهش میتوپی میگردی که اینقدر کار نکن، اینقدر نساب. ولی اون محل نمیشه برای این کار خودشو میکنه. بعد به اونم عادت میکنه، بعد دیگه نوبت پا و کمر و گردن میرسه. مادر بزرگت همیشه با درداش ساخته که نبادا من از پا بیافتم. این همیشه ناراحت این که من نبادا نباشم اون نتونه رو پاش بیسته. همیشه از خدا خواسته که اون زودتر از من بره. چند وقت تازه مشکل جدیدی پیش میاد. پدر بزرگ چی شده؟ چی شایدم همش علکی باشه، شایدم ایشالله فقط همون سردیش باشه، همون سردیش کرده باشه. باشم بزرگ، نگفتم با پورچو میگیم نمیذارم بخوابی، بخواب فردا صبح زود باید بیشتر کاری. فردا کجا میخوایی بگید؟ فردا راستش یه دکتر آشنایی داریم که همیشه میریم پیشش، برای مادر بزرگ چند تا آزمایش نوشته. فردا با هم میریم؟ نه، ما تا حالا بابا هر جوری بوده خودمون کشیدیم، بازم میتونیم خودمون این دفعه نه. فردا، پس فردا، تا هر وقت دیگه ای که لازم باشه با هم میریم. باشه بابا، میگی ولی خسته میشه. نه خیلی خوب باشه. آخی علی، آخی شرط که هیچ کس نفهمه بابا، حتی مریم. حالا هم دیر نشده، میتونی جاتو ببری جای دیگه بنویسی. خیلی وقت صدای خورخور کردنتون رو نشنیدم، خوام ببینم فرقی کرده. باشه بابا، ولی فردا برای این کنجکاوی که کردی خودتو نمیبخشی. الهی با امید تو خدایا. خش جون. آقا جون. بله بابا. میخواییم بهتون آب بدم؟ نه آقا جون، شب اگه آب بخورم باید برم دستشویی. شده؟ مادر بزرگ حالش اصلا خوب نیست، داره درد میکشه، چی کار کنیم؟ از شدت درد داره ملافشو گاز میزنه که صداشو نشنبه. آقا جون، آقا جون. بله بابا. مادر بزرگ حالش خوب نیست. ایچالله که جیم نیست. دیدی گفتم آقا جون چیزیش نیست، سردیش کرده دلش درد میگیره.
معلومه چیزیش نیست آقا جون. بری بخواب. آخه برو بخواب. بریم آقا جون. بابا جون تام تا زوده جات از اینجا بردار برو یه جای دیگه بخواب. نمیخوام. تو هم مثل مادر بزرگت لجبازی. چای من کو؟ الان برات میارم پسر. نه نه بزرش خودش. من یک کار نکنم میمیرم. سلام. سلام. بفرمین تو بفرمین. صبح خیلی. صبح شما هم بخیر. صبح رفتم بربری داغ گرفتم. گفتم اگه نیاییم با هم یه صبحانه داغ نخوریم کار بسیار اشتباهی میکنیم. این هم سرشیر محصول گواهی آقای لطفی. دست شما دار نکنه. سلام مادر بزرگ. سلام. سلام خانم. سلام دخترم. سلام تو بفرمین. صبح خیر. بفرمین. چطوری پیرمرد؟ تو به کی هستی؟ مگر چند تا پیرمرد اینجا هست؟ غیر از تو هیچ که. درست گفتم؟ درست گفتی. غیر از تو هیچ که. این بربریان مال خانما، این بربریان مال آقایم. ما با اجازه شما اینجا میشینیم تا یه صبحانه مردانه بی قرولون بخوریم. کمال مادر بزرگ، من اصلا قرولون نمی کنم. زن بی قرولون اینن زن بیقرلون میمونه. ماهین شنیدی ماهین؟ همون آهنگ، همون زب، همون هماهنگی نوت ها. رحیم مثل کمال. کلتو بیار ببینم پیر مرد. من در یک صبح پاییزی کله یک همدرد رو بوسه زدم. کمال شنیدی؟ پیامت رسید. من یکی آه نه عملا نمیشه. پیرمرد تو بگو میتونی ساکت بمونی و حرفی نزنی؟ ما 70 سال طرفین هر کاری کردیم نشد. ولی تو چطور؟ در واقع من هنوز تازه کارم. در واقع همه تو کم نه و کسی مثل یه دیوونه گرسنه خطرناک نیست، به خصوص اگه یکی بهش چای شیرین نده و نون بربریشم که داغه سرد بشه. همین الان آقای لطفی، همین الان آجه اینم برای من داغش کن و پر کن. شش حتما. بله خیلی خب کیا چای میخورن؟ ما. چشم پوچشم. دیروز ما رو بردی، امشب آماده ایم تا در یک نبرد تنگاتنگ شما رو مات کنیم. اگه حریف پیدا بشه من حاضرم مات شم. حریف هست؟ کو؟ کجا؟ کو؟ من. پس تو کجا؟ من چرا نمیبینم؟ زیر پاتونو یه نگاه بندازیم. نه پسرم، اگر من تو رو نمیبینم دلیلش این است که بالای سرم رو نمیتونم ببینم. شما سرور ما هستی. بفرمایید مادر بزرگ. نه مادر، من باید ناشتا برم برای آزمایش. یادم نبود. من خانم خدمت شما. دست شما در. اینم برای مریم. دست در. با اجازتون. خب اینم یک صبحانه مردانه. مردانه. بفرمایید. خب پدر بزرگ. باریکلا دست درد نکنه بابا. پس چای من اینم ماله. پس برنامه شام امشبم معلوم شد. همه شام خونه ما. نه 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 نه، شما باید تشریف بیارید آقای لطفی. نه امکان نداره. پس یه شام ساده گوش کنه، یه چند کیلو آرد بخرین، من میخوام یه قطاب گوشتی واسهتون درست کنم. شما بلدی مادر بزرگ؟ قطابای مادر بزرگ من حرف نداره آقای لطفی. وای مادر بزرگ مرحومم اینو میپخ، یعنی میشه دوباره من بخورم؟ قول میدین یاد ما هم بدین؟ چشم پسرم چشم.
پس نبرد ما چی میشه تقلیبش؟ اول میخوریم بعد مینبردیم. بفرمایید. سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ آزمایش انقدر طول کشید؟ آزمایش نیم ساعت، خرید 5 ساعت. آخه مگه میشه دست خالی برگشت اهواز؟ ولی مادر این تهران چقدر شلوغه. خدا رحم کرد که شلوغ بود، ولی همه ای تهران خریده بود. رحیم، این چند تیک چیز کوچیک چرا به چشت میاد؟ خانم، اگه دنیا رو هم بخری یه ارزن برام ارزش نداره. میخوام شما خسته نشی. خسته نشم؟ حالا خسته بشم چطور میشه؟ من میگم آدم نباید تو خجالت بچه هاش بمونه. تا حالا تونستم از این به بعدم تا وقتی بتونم انجام میدم. وقتی هم مردم فدای سر ما. چیه؟ ما نمیذاریم پایین. خسته شدی دیگه. یواش. مراقبش باش مری. بفهم. یواش. ببخشید آقا. حالا مادر بزرگ خوبه. امروز بردیمش آزمایش. نتیجه آزمایش رو پس فردا میدم. آره. آقا جونم حالش خوبه. داره گلا رو آب میده. نه. نمیذارم بهشون بد بگذره. ببین مادر، داداشم اونجاست، بده باهاش صحبت کنه. سماورشون هنوز سالمه؟ مادر بزرگ جانم، مادر میگه سماور سالمه. چی بهش بگم؟ خب چی میخوای بگی؟ میدونم. بگو پدر بزرگ خوشحال شد از قرولنده من نجات پیدا کرد. مادر بزرگ میگن دینا رو بگم؟ پسرم تو چقدر ساده ای. الهی من بگردم. نه سلام میرسونم. میام هر دوتاشون. نه
حالا حالا ها نه. باید پیش ما بمونن این مقدار. حالا دیگه نوبت منه. نه. خیال ندارم نوبت همون به هیچکی بده. فکر میکنم که برای مادر بزرگت یه مشکلی پیش اومده. مادر بزرگت همیشه با درداش ساخته که نبادا من از با بیفتم. همیشه ناراحت این که نبادا نباشم اون نتونه رو پاش بیسته. همیشه از خدا خواسته که اون زودتر از من بره.